با یه همچین پدیده به این کوچیکی چطوری میشه برخورد کرد؟ خودش باز به یکی از این سه نوع سوم که کلنجار میره. بابا از گرما داریم خفه میشیم، تو این در رو بستی، پتو هم انداختی، کلنجار رفتن. و کلنجار رفتن در میسمچ همیشه بیشترین میزان رو داره. یکی شروع غذا میخوره، یکی غذا بینمک میخوره. یکی سالاد با زیتون دوست داره، یکی با سیب. مصیبتیه. همین چیزای کوچولو اگر ما ندونیم که باهاش چجوری ماهرانه صحبت کنیم. حالا بنابراین متوجه شدم که این مسئله رابطه پدر و مادر، خواهر و برادر، دوست، همکار، عاشق و معشوق، ازدواج، تمام اینا اونایی رو که ما انتخاب میتونیم بکنیم به عنوان جفت‌های سرآمد یا جفت‌های موفق، این نیست که اختلاف بین اونا وجود نداره، بلکه تفاوتشون با اونایی که دائم جنگ و جدال دارن در اینه که اونها به هنگام برخورده با مشکل یه حساب بانکی بزرگ عاطفی دارن که در اثر برآورده شدن نیازها و خواسته های همدیگه توش پسنداز عاطفی زیاده و اون پسنداز عاطفی کمک میکنه که به هنگام اختلاف شما نمیخواید قطع کنی و ببری. به طور خودکار در ناخودآگاه ما این حساب بانکی عاطفی به اصطلاح چاق و چله خودش گاهی شوخی، گاهی مهربونی، گاهی یادآوری جنبه‌های مثبت، گاهی فقط موافقت‌های ولو سطحی. شما از گره رابطه ماهرانه بیرون میاد. بنابراین جفت‌های سرآمد یا جفت‌های خوشبخت یا طرفین رابطه، مثلا خواهر برادرایی که چشم همو میخوان درورن، این نیست که دعوای ارثی فقط اونا دارن، دیگران هم ممکنه دعوای ارثی دارن، منتها در اینجا رابطه اینقدر صمیمی و اینقدر پربار و اینقدر خاطرات اون برا من از چی گذشته، در کجا برا من ایستاده، کی پشت من بوده است که شما فکر میکنی خب حالا اینقدر هم میخواد بیشتر ببره، بس ببره. یعنی کلنجار نمیری. حالا بعد میگیم که این مال شیوه های اتچمنت های امن هم هست، چون تمام شیوه های دلبستگی و دلبندی هم بیرون میاد. بنابراین متوجه شدیم که وقتی پسنداز عاطفی ما تو رابطه بالاست یا قلک عاطفی ما از تجربیات مثبت پره، اتفاقی که میفته اینه که ما کمتر به حالتهای تدافعی، نفرت، خشمهای کهنه بیدار شده تو اون چاله نمیفتیم، بلکه در رابطه میمونیم و از سه تا خط عبور نمیکنیم. یکی خط به یاد آوردن تجربیات خوب، این خواسته ما رو که شما بهش بی‌اعتنایی کردیم، حالا اب نداره. بعد میبینیم که به سه چیز پشت میکنیم. یکی اینکه خاطرات و لحظات خوبی که ما در این ارتباط داشتیم حضور داره. خب دومیش اینه که ما هیچ وقت مهربانیمونو در اون لحظه خشم و دلسردی هم نمیتونیم نسبت به اون آدم از دست بدیم. و سومی مسئله اینه که همحسی یا امپتیمونم، یعنی درد اون طرف هم بفهمیم، اینم خود به خود اتفاق میفته. به این دلیله که ما با خوشخلقی از اون بحران میایم بیرون. حالا کار این کورس اینه، جای این سوال مهم در ذهن همه ما خالیه که بپرسیم این جفت‌های سرآمد چه اسلحه مرموزی در برابر نفرت و
عیب‌جویی و حالت تدافعی یا مقصر و گناهکار یافتن. دقت کنید، نفرت و عیب‌جویی و حالت تدافعی و مقصر و گناهکار رو شناختن چه وسیله‌ای دارن که یه دیواری بین اونا و این حالت بد شکننده و کشنده و قطع کننده رابطه وایساده. با قول معروف این دیوار چین چیه؟ این اسلحه مرموز چیه؟ و این اسلحه مرموز از کجا میشه تهیه کرد؟ این سوالیه که مطالعات جفت‌های سرآمد در دست ما گذاشت. خب چی میشه که اینا به اینقدر اختلاف دارن؟ ولی که یهو با یه شوخی، با یه نمیدونم سرگرم کردن خودشون به یه چیزی دیگه، با یه دیتور کردن، یعنی به جای که کله به کله برن یه دیتور میکنن از توش میاد. نگاه کن، یادت این گل هفته پیش تو عثمان خریدی، خیر سرت. به همین سادگی یهو میبینی تم رابطه تغییر میکنه، تا اینکه بیاره اگه تو این گلو دوست داری اینو واسه من خریدی ولی پدرم و درم میرسه به اون گره‌هایی کن. بنابراین اگر شما، من بگم توی 13-14 جلسه که توی این کورس میاد این اسلحه مرموز رو کشف میکنی، اون وقت هفته $2 میارزه؟ واقعا؟ کیا فکر میکنن میارزه؟ حالا ببینیم. خیلی، این اسلحه ایش. پس بنابراین کار ما توی این کورس اینه که ببینیم که چی باعث میشه که به هنگام درگیری تو رابطه، کسی تو این کلاس هست که تا حالا بگه من با یه آدمی تو رابطه بودم همه عمرم یه بارم مایوس نشدم؟ محال. مهم اینه که این یأس ما چگونه پروسه. شما نشدی؟ میخوای این اسلحه رو شما ارزونتر بفروش $1؟ خیلی. اگر ما تو این کورس تونستیم این اسلحه رو پیدا کنیم، وقت کلید حفظ روابط سالم رو تو تمام عرصه های زندگی خواهیم داشت. این خلاصه جلسه پیش بود. دوباره سه تا چیز رو فراموش نکنیم. اینکه همه ما در رابطه خواسته داریم. اینکه خواستن اینجوری می‌نویسن، خواسته ها به سه گونه به اصطلاح برخورد با خواسته ها، برخورد می شود. یک، مدل یک، آنها را برآورده می کنیم، به آنها بی اعتنایی می کنیم با آنها می جنگیم کلنجار می رویم این رابطه رو به عمق می بره و امنیت می ده. این رابطه رو به تدریج به سردی می کشونه. این رابطه رو به جنگ تن به تن. این تحقیقات نشون داد بالاترین ریسک طلاق در رابطه، نه فقط زن و شوهر، مادرتو ول میکنی، پدرتو ول میکنی، با برادرت قطع رابطه میکنی، این مدل سوم بالاترین خطر رو داره. این به روابط مرده تبدیل میشه، گاه هم به اینجا کشیده میشه و این رابطه عمق و به اصطلاح امنیت بیشتر پیدا میکنه، اضافه میشه. بنابراین این رو تا اینجا اگر دوست داریم فیدبکی بدیم یا سوالی بکنیم بکنیم، بعد بریم سراغ قسمت‌های دیگه. بفرمایید.
ببخشید که بذارید بشنویم، بلند صحبت کنیم. اولیش ممکنه از دو حالت باشه، یک کسی واقعا intentionally یک کسی رو براش کاری میکنه که هم خودش satisfy هست هم اون یکی، ولی یکی هست که میکنه که فقط please کنه طرف رو. این reality خودش نیست، it's just please کنه طرف رو. اشاره میکنم برآوردن خواسته ها میتونه به دو نوع باشه، یکی که شخص از برآوردن اون خواسته ها خودشم لذت و به اصطلاح شادی تجربه میکنه که اون خب مسلماً برای رابطه مفید تره. دومی اینه که پلیز میکنه اون طرف مقابل رو. پلیز کردن یه مدتی داره، بعد از یه مدتی حوصله آدم سر میاد دیگه اون کار نمیتونه بکنه. بنابراین اون چیزی که جفتهای سرآمد رو شاخص میکنه نیست. بفرمایید. در رابطه با خواسته ها شعر از حافظ خوندم؟ نه، در رابطه با خواسته ها نبود. گفتم که فکر میکنم اون شعر بلبل و گل رو میگی. خب اونو گفتم که مثلا خیلی ها تو رابطه اصول مهربانی رو راحت زیر پا میذارن، حتی مثلا مادر و پدر. فرض کنیم میگه که به عنوان مثال یه مادر پدری که میخواد بچه درس بخونه، بچه نمیخواد بخونه، میگه برو بدبخت، نوکر میشی، کلفت میشی، وقتی پیر شدی کلفت میشی، اون وقت میفهمی که من چرا روز گفتم درس بخونم. این بچه این خب حالشو دگرگون میکنه. اون وقت بعد وقتی که بزرگتر میشه میاد گله میکنه، میگه خب چرا مادر به من این حرفو میزدی؟ من شبای زیادی با این حرف تو گریه کردم، برای اینکه خب مثلا من درس نمیخوندم، شاید مثلا گوشم سنگین بود تو کلاس حرفای معلمو نمیشنیدم، یا چشمم ضعیف بود نمیدیدم پای تخته رو، و تو به جای اینکه علتش رو پیدا کنی منو تحقیر میکردی. اون وقت مادره دیگه در دفاع از خودش یا پدره در دفاع از خودش میگه که مادر آدم هر کسی رو که دوست داره یه چیزایی میگه که پر جگرشو بگیره تا یه تکونی بخوره. مثلا از رو عشق هم این حرفا رو میزدم، ولی چرا بچه همسایه درس نمیخوند به اون کاری نداشتم، به علت اینکه به تو میگفتم از رو عشق هم. من اون موقع گفتم این شعر حافظ میگه صبحدم بلبلی با نوگل برخواسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. زیاد خودت واسه ما نگید، هر روز از این گلا تو باغچه در میاد و لنگه تو هم فراوونه، هم هم وزنشون سایزشون دوه و قدشون اینجوریه و رژیم هم دارن و از این جستا واسه ما نگید. صبحدم بلبلی با نوگل برخواسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجی، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوقه نگفت. هیچ عاشق سخن سخت به معشوقه نگفت. تو مال قاسم غنی سخت و نوشته تلخ، ولی اکثر نسخه ها سخته. به عبارت دیگه داره میگه love cannot hurt. اینجوری. خب بفرمایید شما. بفرمایید راجر مرحله اول که شما فرمودید که طرف خواستهایی داره، اگه مسائل عاطفی باشه خب طرف آدم انجام میده، ولی وقتی مسائل مادی باشه و طرف مقابل نتونه به جا بذاره، به نظر من مسئله دوم اصلا بایپس میشه، به مسئله سه خط میشه. حالا به نظر شما چجوری میشه اصلا مسئله دو سه نرسه، بتونه طرف قانع کنه به اون چی هستی مقانع باشی و زندگیمون ادامه بده؟ خب انتخابت غلط بوده از اول. یعنی خب واقع بینانه است که آدم امکانات هم رو بتونه واقع بینانه ببینه دیگه. حالا ما بیشتر اینجا فوکاسمون رو سرخوردگی های عاطفیه. بچه جوان ها این جلو جا هست، بیاین رو پله ها میتونی بشین، وای نستین اونجا که چیز بشه. هر جایی به هر حال این جلو هم جا هست، وای نستین تایسانی. خیلی خوب، حالا علت این که در رابطه توقع و انتظار مطرح میشه میدونین چیه؟
این سوالو شماها جواب بدید. چرا تو رابطه توقع و انتظار اصلا متولد میشه؟ بفرد بلند فقط بگید. به خاطر نیازها، به خاطر این نیازهایی داریم که باید برآورده بشه، به خاطر برآورده شدن و نیازها خواستم. به خاطر اینکه یه عمر صبر کردیم یکی رو پیدا کنیم بالاخره ما رو بفهمه. خب دیگه به این دلایل انسان وقتی با کسی نزدیک میشه خود به خود سه تا امید توش به وجود میاد. یک، من مهم باشم و مطرح باشم و به حساب بیام. من مهم باشم، مطرح باشم و به حساب بیام. حالا همسایه اگر منو به حساب نیاورد لازم مرده، ولی وقتی با کسی نزدیک میشم و کسی رو دوست میدارم میخوام براش مطرح باشم، به حساب بیام و مهم باشم. دومین عنصر خیلی مهمتره، احساس کنم تو این دنیای عاطفی که بین من و اون به وجود آورده یه حساب کتاب هست، کنترل روش دارم، یعنی حدس بتونم بزنم. اگه میرم تو حیات شیشتا گل یاس میچینم میارم میگم ببین چه بوی میده، نگه برو بابا دلت خوشه من دارم کارهای تکسو میکنم. خب میخوام قابل پیشبینی باشه، قابل کنترل باشه، باید بدونم که حالا که من با این حال خوش این کارو میکنم اون چی کار میکنه. این خیلی مهمه. و نکته سوم اینه که همه ماها میدونیم هر کی رو که ما دوست داریم مرکز توجهمون میشه. همتون اگه یادتون باشه از این عشق و عاشقی های 20 سالگی، 18 سالگی، 22 سالگی، به محض اینکه یکی رو دوست دارید تو جاده تمام ماشینای اون رو میبینید. تا اون موقع اصلا نمیدونستیم والوا چیه یا ساب چیه، یا همش تو جاده ساب میبینید. به خاطر اینی که وقتی که با او پیوند یا هر جا میگیم ای این بوی کلونمونه، یا یه آهنگ با اون شنیدی هر جای دیگه که میشنوی حالت منقلب میشه. بنابراین ما در رابطه انتظار داریم که همون جور که او مرکز توجه ما میشه ما هم مرکز توجه او بشیم. به عبارت دیگه منتظره، مثل ماهیگیری هستی که قلاب انداختیم تو اقیانوس، ساعت‌ها می‌خوایم بشینیم برای اون لحظه‌ای که حال هر دومون یه جور باشه، ماهی بیفته تو قلابمون تکون بخوره و اون شعف بیرون کشیده میشه. لذا علت این که در رابطه توقع و انتظار مطرح میشه اینه که وقتی ما کسی رو دوست می‌داریم میخواییم براش مطرح باشیم، به حساب بیاییم، احساس کنیم تو دنیای عاطفی و خودمون رو اون کنترل داریم و میخواییم که برای مرکز توجهمون باشیم و اون جزئیات رو بفهمه. وقتی این نیازها برآورده میشه، یعنی این سه تا چیز رو در رابطه با یه نفر پیدا میکنی، چیزی به وجود میاد به اسم احساس خوشبختی. و جالبه که بدونید کسانی که این ستا رو دارن حتی در بحران‌های جدی زندگی به اندازه اونایی که اینا رو ندارن نمیشکنن. احساس کنیم که دنیای عاطفی خودمون با اون کنترل داریم، یعنی پردیکتبلیتی باشه. یعنی مثلا به عنوان مثال حالا فرض کنیم یه خانم میخواد دلبری کنه، رفته حالا یه لباس خوشگلم خریده میپوشه میاد تو اتاق، یا مثلا همسرش بهش برگرده میگه این چه ریختیه، شکل کارل برنت خودت رو درست کردی. خیلی ها یعنی تو رابطه خیت شدن خیلی بده. مثل که خمه تو یه نوعی خیت شدی. بفرمایید. ببخشید. صداتون رو نمی‌شنوم. خیلی جاها می‌بینی دو تا انسان نسبت به هستی و
این سوالات بالای دیپلم جهان بینی و فلسفه و اینا اگه اونطور باشه اصلا چه جوری به هم جذب شدیم؟ نه همون میدونین چون مثلا این نگاهی که مثلا به لباس پوشیدن هست این ناشی از اون تجربه خب لابد با هم همون شناختیم دیگه تو این مدت خب تغییرات و طرفین رابطه دائم باید همدیگر رو خبردار کنن از اون تغییرات. مثلا عزیزم من تا 5 سال پیش کمونیست بودم، حالا شدم بورژواز افراطی امپریالیسم جهانخوار و جز شنل و گوچی چی نمیخوام. خب باید دیگه و اینا رو به هم در میون بذارم، نه؟ بنابراین یهو که سورپرایز نمیشه آدم. اوکی، حالا برای این نکاتی که گفتیم، این سه تا مسئله شما در کورس‌های دیگر از من شنیدید که ما اولین تجربیات ارتباطیمون با والدینیم، درسته؟ یه چیزی من براتون تعریف کنم شاید براتون عجیب باشه. نوه کوچولوی ما 2 سالش شد 2-3 روز پیش. این بچه خوش‌خوراک بوده، خوش‌خوراک به دنیا آمده، هر جا هر خبری باشه این نشسته لپاش پر داره غذای خودشو میخوره، خیلی هم آرومه. چندی پیش 2-3 هفته پیش خواهر بزرگه که مثلا بزرگ میگیم از اون 1 سال نیم بزرگتره اومده، حالا با مزاح نه واقعا با تمسخر، ادای اینو در آورده و گفته که کلوی is always like اینجوری کرده. بعد این قضا تو دهنش بوده، بهش برخورده، رفته تو اون طرف، قضا رو در برده، انداخته، یه خود گریه کرده و از اون روز میگن قضا خیلی کم میخوره یا نمیخوره. اگه یه بچه 2 ساله خیت شدن اینقدر عمیق اینترنالایز میکنه، بعد شما نگاه کنید، بچه میدوه با شادی میدوه میاد طرف پدر و مادر و میگه که I killed the horse. و پدر مادری که فرمول رابطه و فانتزی های بچه ها نمیدونن Shut up, where was the horse؟ بعد بچه عقب میشینه، میره میچسبه به دیوار، سوست میشه. بعد توی گیجی باقی میمونه. بنابراین ما با یه جهیزیه عاطفی از بچگی بزرگ میشیم، به خصوص 5-6 سال اول عمر چند تا فاکتور خیلی مهمه که این جهیزیه عاطفی که ما باهاش میایم تو روابط بعدی چطوره. اما فرمول همون فرمولی که گفتیم اینجا به اصطلاح سه خواسته ها به 3 نمره برآورده میشه، فرمول اولی از همون بچگی همینه، واکنش ها فرق داره. فرمول همینه که به اصطلاح هر بچه نیاز داره که مرکز توجه والدینش باشه، هر بچه نیاز داره در اون رابطه احساس اسپشیلنس و امنیت کنه، هر بچه احتیاج داره مطمئن باشه که دوستش میدارن و همیشه دوستش میدارن، نه یه روز میدارن یه روز نمیدارن، امروز خوبم فردا بچه بدم، گود بوی بد بوی، گود بوی بد بوی، بلکه به طور متداوم و کانسیستنت دوستش میدارن. وقتی این تجربیات تو 5-6 سال اول عمر هست، اتفاقی که میفته اینه که ما به رابطه شوقمند هستیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میخوایم وارد یک رابطه بشیم، تو کودکستان با بچه های دیگه، تو دبستان با همکلاسی ها، تو دبیرستان با تینیجر هایی که گاه خیلی هم به اصطلاح هارمفول و ترتفول میتونن باشن، تو دانشگاه با کالج، سر محیط کار و بعد تو رابطه. وقتی که ما شوق برقراری ارتباط رو داریم، ترس و دلهوره سبب نمیشه که ما فرصت‌های ارتباطی رو از دست بدیم. خب، البته یه استثنایی رو باید اینجا بذاریم و اونی که غیر از یادگیری یه خلق و مزاجی هم با ما
متولد میشه. ما میدونیم جزء ویژگی های ارثی اینه که ما میتونیم خجالتی باشیم یا به اصطلاح برونگرا، خجالتی باشیم و درونگرا یا برونگرا به طور ارثی. ما میتونیم جسور باشیم یا ترسو به طور ارثی. حالا اینکه یه بچه ترسوه چگونه میشه از ترسهاش کاست، روش هایی که باید مادر و پدر آگاه برای اون بچه بیاموزن. یه بچه خجالتی رو چجوری میشه کم کم از خجالتش کم کرد، باید براش بیاموزن. ولی اینها سوشالیزیشن، دیگری آف سوشالیزیشن، شاینس و اسرتیونس یا جسور بودن از خصوصیات بسیار مهم ارثی هست. اما تجربیات بچه با اون محیط اولیش یا این خصوصیات و ویژگی ها رو محکم درونی میکنه و میچسبونه به وجودش برای بقیه عمر، یا به تدریج بهش انعطاف پذیری و فلکسیبیلیتی میده. چند چیزم ما میدونیم که همیشه در ما شوق ارتباط برقرار کردن بدون ترس و دلهره رو در ما میکشه. یک، آشوب در خانه، سردی در خانه و روابط والده، خشونت، بی‌ثباتی، عیب‌جویی و تحقیر. عناصرش یه بار میخونی؟ یکی تو یا هر کی حفظ شد؟ آشوب در خانه، سردی در خانه و روابط والده، خشونت، بی‌شهامتی، نه، بی‌ثباتی، عیب‌جویی و تحقیر. عیب‌جویی و تحقیر. حالا اگر ما تجربیاتمون در دوران اولیه کودکی از رابطه ایناست، یعنی در آشوب زندگی کردیم، سردی دیدیم، خشونت دیدیم، بی‌ثباتی و اینکانسیستنسی وجود داشته، تحقیر بوده و عیب‌جویی حضور داشته، ما تو هر رابطه‌ای که داریم میریم اولین لوحی که جلومون میاد اینه که these are going to happen. پس بنابراین چی کار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم اینه که یه ژاکت دفاعی کلوفت میپوشیم و میریم تو این رابطه و مواظبیم همه حواسمون به اینه کوچکترین علامتی که اومد فک طرف رو راست کنیم و بیاییم فکش رو صاف کنیم و بیاییم بیرون. به این دلیل هست که ما روابطمون رو تهاجمی آغاز میکنیم، تدافعی آغاز میکنیم. حالا اگر جهیزیه عاطفی ما چیز دیگری باشه، ما از محیطمون ثبات، گرمی، حمایت، تشویق، حرمت دیده باشیم، وقتی داریم وارد یه رابطه میریم فکر میکنیم یا ناخودآگاهمون به ما میگه که این رابطه هم به ما همون چیزا رو خواهد داد. اما ممکنه این اتفاق نیفته. شما میتونید بگید خب یه همچین آدمی با یه همچین جهیزه عاطفی میره گیر یه خلوچله پریشان حالی میفته که از لحظه اول میخواد تحقیرش کنه، بزنه تو سرش و حرفاش رو عوض بدل میکنه و اینو گیجش میکنه. اونو باید چی کار کرد؟ شما فکر میکنی اگر آدم جهیزیه عاطفی رو داشته باشه تو اون رابطه خیلی میمونه؟ میمونه؟ از نادانی میمونه، از بدبختی میمونه دیگه، از ناچاری میمونه. بستگی داره پوستش چقدر کلفته. از لجبازی با
بقیه میمونه. از کوری چشم بقیه میمونه تو راه. یه چیزی داره که آدم پریشان هاست میمونه. یه چیزی داره که میمونه. به من نشون بده چه چیزی. آنی داره. آنی داره. اوکی، این جمله مهمه. میگه ممکنه خوشبینانه امیدواره که بهتر میشه. میره تو انکار، دینایر، انکار. آنی دارد. آن داشتن کاریزما. جناب؟ چرا کار نمی کنی؟ جناب دکتر، بگو ببینی. اون بالاخره کیه؟ بفهم. اگر امکانشو داشته باشه میره. بفهم. بلند بچه ها ساکن که بشنم. اگر یه شخصی آدم سکیوری باشه و بدونه که توتالی اون آدم مریضه. نه باید اگر یه کسی تو سر من بزن خب بزن اینجوری بگم که خیلی بازه باشه و من رو داون کنم. ولی اگر من آدمی باشم که I know who I am، چطور ممکنه اون افکت کنه رو من؟ حالا هرچی میخواد بگه بگه. شما اگر شما فکر کن اصلا خیلی هم آدم مقاومی هستی، حاضر بری توی یه فضایی که بوی گندش دائم حالتو به هم میزنه بشی؟ اصلا حاضر نیستم. خب. Probably اونجا هم نخواهم. خب ولی it would not affect who I am. بلکه I know من یه آدم سیکیوری هم. I know که من یک who I am. تحقیق این گروه های پژوهشی نشون داد که وقتی شما جهیزیه خوب عاطفی دارید و اون فضای پر از بی‌ثباتی و خشونت و سردی و تحقیر و ملامت و به اصطلاح ایرادگیری برات زبان آشنایی نیست، خیلی زود از اون رابطه میبری و خودت رو حفاظت میکنی و از اون رابطه میاد. حالا اینجا من اگر بخوام یه تفسیر فرهنگی اضافه کنم، هر چقدر جامعه نسبت به نیازهای ما امکانات بیشتری داده باشه، ما از بدبختی کمتر میمونیم تو اون رابطه. بنابراین اینجاست که مسئله سوشال ساپورت خیلی خیلی نقش بزرگی رو بازی میکنه. سوشال ساپورت یعنی این که من بدونم از این رابطه بعد میام بیرون، یه سقف بالای سرم دارم، بعد یه حقوق ماهیانم به دستم میاد، بعد میبرن یادم هم میدن، میشینم یه خیاطی یه کاری میکنم، نون خودم رو در میارم. بفرم. یه سوالی بپرسم. ممکنه که برای سر، البته خب اینجا نمیتونم بگم، مثلا توی کشورهایی مثل ایران وقتی در، یعنی که بیشتر مرد سالاری هست، ممکنه اصلا عادت کردن به اون محیط بد باعث بشه آدم تو رابطه باقی بمونه. بله. یعنی اولا ایران رو من الان میخوام واقعا اینو صمیمانه میگم، ایران الان میدونه من داره ضبط میشه، ایران الان واقعا مرد سالاری نیست، ایران خر سالاریه. باور کن. برای اینکه واقعا مردهای بسیار دانایی هستن که در اونجا بسیار ذلیل زندگی میکنن. الان یه ماجرای دیگه استثنایی، ولی اینکه آیا ما نسبت به نرم جامعه خون میگیریم؟ بله.
بله نسبت به نرم جامعه خوب میگیم. جالب این نکته رو میگیم، ما یک کنفرانسی بود که abused is a perception، یعنی خود مسئله تجاوز و ابیوز یه مسئله ادراکیه. بعد به عنوان مثال میگفتن که، من این مثال همیشه میزنم، موقعی که من در سندیگو کار میکردم یه بار دادگاه یه خانواده افغانی رو به من معرفی کرد که سه تا بچه هاشون رو گرفته بودن تو سه تا خونه جداگانه فاستر هوم گذاشته بودن، چون پدر خانواده، پدر افغان خانواده کتک مفصلی به یکی از بچه ها زده بود، بروز و اینا. بعد بچه مرده بود مدرسه، معلم پرسیده بود، گفته بود بابام زده. بعد به اصطلاح کانسلر اومده بود خونه رو بررسی کرده بود و با مادر و با بچه ها جداگانه. بعد دیدن این مرد اینطوریه، بچه ها رو گرفت بودن داده بودن فاستر هوم. مادر و پدرم گفته بودن که اول باید بریم 16 جلسه کانسلینگ بگیریم، بعد بیان روانشناس با خانوادهتون کار کنه. علت اینم که منو دادگاه معرفی کرده بود به دلیل فارسی صحبت کردم، اونا فارسی، اونام که با ما چقدر فرق داره. هی آقاهه به من میگفت، میگفتم آخه چی شدی رو زدی؟ میگفت پدر نامرد برای من پارچه بد آورده. من میگفتم آخه اصلا بچه پارچه از کجا آورده؟ پارچه یعنی کارنامه تو افغانی. حالا مثلا من دیگه زبوندونشون بودم اونجوری بودشون. به هر حال، ولی این رو میخوام بگم، موقعی که این آقای افغانی هر وقت هم میمد آفیس من رو صندلی نمیشست، میشست زمین، همش هم میگفت خداوند نجیب الله را ذلیل کند که ما را به این روز انداختن به سرزمین کفر آمدیم. آدم حق ندارد بچه خودش را ادب کند. حالا بعد من از این آقا وقتی میپرسیدم که خب آخه چرا فکر میکنی که مثلا اینجوری زدی که علامت فلان اینا، چی میخواستی به دست بیاری؟ میگفتش که سوخته دلم کرده. یعنی مثلا پدر وقتی سوخته دل شد میتونه سر برد. بعد گفتم که چطوری به اصطلاح فکر نکردی که میتونی کارهای دیگه بکنی که فلان اینا؟ بعد میگفت ما بلد نبودیم. بعد میگفت حالا آخه خانم دکتر شما، نه دکتر خانوم، شما خیال میکنی که من چه کار مهم کردم؟ پدر من منو دار زد وقتی پارچه بد آوردن، گفت منو دار زد، من کبود شدم. مادر بدبختم وقتی کتک میخورد اومد قیچی را زد تناب را پاره کرد. خب وقتی یه بابایی رو دار بزنن، خب این کاری نکرده. خودش میگفت من با یه ریسمان این نازک بستم اینو، کتک زدم، جایش موند. بنابراین حالا این بحث درک ابیوز خیلی مهمه. مثلا تو ایران شما میدونین که نسل من اقلا معلم ها میزدن، نمیدونم تو خونم خب هر از گاهی حالا میزدن. یا اگر نمیزدن، مثلا من جز بچه های بودم که یه بار بیشتر کتک نخورده بودم، ولی نه به خاطر اینکه نمیخواستن منو بزنن، به خاطر اینکه من اینقدر مثلا کله شق و مغرور بودم که بعد از اون کاری نمیکردی که بزنن، یا اینقدر ماهرانه یواشکی میکردی که نفهمن که مثلا کتک بخوری. ولی که حالا شما فکر کن تو امروز ایران یه بچه میره سر کلاس میشینه، میخوام بگم پرسپشن ایز پرسپشن، یه بچه میره سر کلاس میشینه یهو میبینه اینجای دستش مثلا زخم، میگه که دست چی شده؟ میگه بابام دیشب با سیخ سوزوند. دیگه همچین میگین وای که انگار از پاریس اومدی نمید. دیگه با انبر و منبر و اینا که همه زیر کرسی اینا میسوزوندن بچه ها. به هر حال میگه که بابام دیشب با سیخ کباب سوزوند اینجا. این تو اون کلاس این دوسته جوابی که به این ممکنه بده میگه که آره چیزه، چقدر مثلا این مادر پدرها بچه زندینا، اون کلمه منو نگاه کن، بابام هفته پیش مثلا با چکش زد خون اومد شکست. همون موقع که این میگه مال منو با چکش زد، درد این کم میشه، یعنی فکر میکنه که این نبوده که بد بوده، بابای این نبوده که دیوونه بوده، این نیست که جانش در خطره، بلکه یه نرمه.
حالا همون بچه رو تو بیار تو مدرسه آمریکا، بعد معلم هم میاد میگه بچه ها چی داریم میگی؟ اون میگه که هیچی داره، میگه که آقام زده با چلکش، میگه خوب کرده، کاش یک دیگه هم از طرف من زده بود، اونم از برداشت معلم. خب حالا همین صحنه رو تو بیار تو مدرسه تو آمریکا و بچه میگه اینجا دوستش میگه what happened to your aunt، میگه که حالا بعد آره بابام مثلا اینجوری با چیزی دار your dad did teacher این باباش اینجوری کرد. بعد تیچر میاد what happened darling I'm so sorry he definitely is sick let's go to a counselor. میرن تو کانسلر. کانسلر باز اینقدر آه و وی how many times did it happen is this the first time یا چند دفعه دیگه اتفاق افتاده، بذار اینو پر کنیم، عکس میارن، دوربین میارن، پولاروید عکس میگیرن، میچسبونن، بابا رو صدا میکنن. بعد بچه خودش وحشت میکنه، فکر میکنه در حال مرگ بوده، نجات پیدا کرده. و بعد از اون هست که پرسپشنش از این مسئله میشه یه چیز دیگه. حالا ما نمیخوایم بگیم دومی غلطه، واقعیتش اینه که خدا رو شکر که دومی داره متولد میشه، برای اینکه واقعا اینه که اون لحظه که اینو میزنه فقط اون نیست که ضربش که نیست که از بین میره، مثل همون قصه مثنوی که یه خری میاد از کنار یه شیری رد میشه، بعد یه جمله بدی به شیره میگه، بعد شیره یه نگاهی میکنه و شمشیر رو میده دست خره، میگه بزن تو سر من. وحشت میکنه خره، میگه من چرا شمشیر بزنم تو سر تو فلان، آقا شیره ببخشید غلط کردیم کوچیکتیم، میگه نه بگید بزن تو سر من، میزنه اون سر شیره خون میاد. بعد به خره میگه برو حالا دیگه کاریت نداره. خره میره خوش و خرم که شیره رو زخمی کرد و رفت. بعد از یه مدتی دیگه خره دوباره از اونجا رد میشده، شیره صداش میکنه، میگه بیا سر من نگاه کن، نگاه کن میگه جوش خورده خوب شده، میگه که ببین سر من جوش خورده خوب شده و اینا، دیگه نگران نباش. بعد خره باز خوشحال یه دوتا جفتکی میندازه، همچی که میاد بره شیره میگیردش، میگیردش میگه این زخم خوب شد، زخمی که تو دلمه خوب نشد، پارش میکنه میگه حالا بفر. بنابراین خیلی از این زخما برای بچه ها، برای هر کسی که ابیوز میشه میمونه. اما ابیوز از پرسپشن، میزان دردی که تو تجربه میکنی تبدیل به یه نرم اجتماعی میشه. شما اینو باور میکنید که الان توی ایران چند نفر شما که اینجا نشستین مجسم میتونین بکنین که وایسین یه بچه 18 ساله رو بکشن بارای جلسه بالا، اون پاهاش اون بالا تلو بخوره و شما وایسین نگاه کنین، دوربین بگیرین تو دستتون، من این ایمیل رو امروز دریافت کردم، دوربین بگیرین تو دستتون فیلم کنین، یکی دیگه هم داره شما رو فیلم میکنه که داری قش قش میخندی. ولی تو این جامعه خشونت داره عادی میشه، خشونت داره عادی میشه. یا فرض کنید تو ایست اله، نمیدونم میدونید یا نه، یه کنفرانس پزشکی بود دیروز و پریروز و روز دوشنبه و سه شنبه و امروز چهارشنبه، یه تحقیق پزشکی در کنفرانس علمی بود در اله که عمر متوسط مردم ایست اله با وست اله 8 سال فرق داره. ایست اله با وست اله متوسط عمرشون 8 سال فرق داره. بعد فاکتور انالیسیس کردن، یکیش دایت بده، دومیش دومستیک وایلنسه، سومیش خشونت گنگ، گنگ ریلیتد اگریشن. بعد ما من اون موقعی که تو لس آنجلس سالهای اول که با اسکول دیستریکت و اینام کار میکردم، بچه میومد تو آفیس، یا ماها میرفتیم تو مدرسه، میومد تو آفیس مدیر مدرسه، بعد اوکی جانی، what did you do last night؟ Well, I was hiding under the bed all night. How come? Well, I had to duck because it was shooting around my home. خب عادی میشن، اونجوری عادت میکنن، زندگی میکنن. بنابراین بله، آدم به وضعیتی عادت میکنه، منتها همیشه ما تو روابط خانوادگی میگیم
Don't get used to abuse. Stand for yourself. Don't get used to abuse. برای اینکه رسوبات چون میزه. بفهمید. آره دیگه الان سوال و جواب کنید 10 دقیقه تا بریم بریک. آمریکا مطالعات گاتمن و یارانش است در دانشگاه واشنگتن سیاتل و در همون آپارتمان‌های اکسپریمنتالی که بعد من می‌خواستم این ارتباط بدم که ببینید که ماها که در ایران هستیم و اینجا هستیم این چجوری در مورد ما از چه انتظاراتی ما باید داشته باشیم و بعد در ضمن اینکه من مثلا اطلاع دارم که خانومی که در ایران زندگی میکنه نه تنها هیچ کدوم از این انتظارات نداره، انتظار داره که از یه آقایی که یه زن دیگه ای داره باهاش ازدواج نکرده حتی فقط هفته یه بار بیاد پی ساعت بزنه، این راضیه. یعنی فرض کنید انتظارات اینا که شما دارین میگین که زندگی خوشبخت میگذرانه از سر اون خانوم فقط خوشبختی این هستش که اون آقا مزدوج هم باشه، فقط هفته یه بار مثلا بیاد اینجا، از اون آقا هم بچه هم داره مثلا. حالا من خواستم ببینم که در مورد ما چقدر باید انتظاراتمون باشه، آیا واقعا اینا ایدئال ماها هستش یا که ایدئال کل سوسایتی مثلا امریکن سوسایتی؟ خب ببینید، اولا بر اساس این سوالی که شما کردین من توصیه می‌کنم که خانم‌ها همه اینجا بمونن، آقا هر کی می‌خواد بره ایران بره ایران، ولی که برای اینکه اینجا جای امن‌تریه واسه خانم‌ها. این سوالات، این نکاتی که ما مطرح کردیم واقعاً جهان شموله، واقعاً جهان شموله. همه انسان‌ها دوست دارن وقتی کسی رو دوست می‌دارن از اون توجه ویژه بگیرن. همه انسان‌ها دوست دارن وقتی کسی رو دوست دارن برای او به حساب بیان، مطرح باشن. همه انسان‌ها در همه جای دنیا دوست دارن که دوست داشته بشن و احترام ببینن. این معیارها جهان شموله. اما اگر شرایط اجتماعی فرق میکنه و این نیازها، درست مثل اون فیلمی که درست کرده بودن راجع به اون ادعای وجود غریزه در گوسفندا یا عدم وجود غریزه در گوسفندا، یه فیلمی ساخته بودن، شما میدیدید که گوسفندایی رو میدید که علف میآوردن جلوشون میذاشتن بو میکردن نمیخوردن و بعد مرغ میپختن میدادن گوسفنده میخورد. بعد میگفتن که خب ببین پس این غریزه نیست که گوسفند گیاه خوره. من میگم نه، من عقیدم نسبت به این فیلم این بود که شما میتونی از گوسفند یه موجود عجیب غریب بسازی و به اون عجیب و غریبی عادتش بدی. شما یک چیز اگه از من سوال میکردی من راحت تر میتونستم جواب بدم، راحت میتونستم جواب بدم که آیا برای انسانی که تو ایران به این راضیه و قانع و احساس خوشبختی نسبی میکنه که حاج آقا هفته یه شب خوشتراش کنه بیاد خونه ای اون، یه سیب و گلابی هم بیاره و فرداش هم قیبش بزنه بره پیش حاج خانم اولیه، اگر این زن احساس خوشبختی میکنه من حق دارم برم در گوشش به عنوان روانشناس بگم که بدبخت تو وضعیتت خیلی بده، این حاج آقا باید هر شب پیش تو باشه، تو اسپیشل نیستی، تو رو میاد گولت میزنه، سکشوالی یوزت میکنه، تو رو اینسترومنتال یوز استفاده میکنه و اینا، من حق دارم این کار رو بکنم؟ نه، نه. ببخشید، من اصلا نفهمیدم چی شد. بفهمید. نمیدونی. ببین شما یک چیز رو در نظر بگیر، ما هر چی از انسان میبینی جز توان اوه و الا نمیدیدی. بنابراین به عنوان یه روانشناس به دنیا به صورت لابراتواری باید نگاه کنی که هر رفتاری رو که میبینیم برامون قابل مطالعه باشه.
و بتونیم فاکتور انالیسیس کنیم. ما اینو میدونیم در جهانی که بنیاد بر به اصطلاح نیازهای ما. ببین مزلو، ابراهام مزلو یک روانشناس انسانگرا یک مدلی رو ارائه کرد الان میریم زنگ تفریح. اول ایمان قبل از اینکه بریم زنگ تفریح، اینا پولاشون رو دادن یا تو زنگ تفریح؟ چون زنگ پولاشون ندن زنگ تفریح در میرن، قسمت دوم دیگه وای نمیستن. نمیدونم من بخش مهم رو گذاشتم قسمت دوم. ببینید آبراهام مزلو میگه که انسان دارای سلسله با ویلا که من فارسی خراب شد سلسله نیازهای نه ببخشید اسمش باید یه چیز دیگه بذارم Hierarchies of need میشه سلسله مراتب نیازها، سلسله مراتب نیازهای بشری. خب مزلو اعلام کرد که ما نیازهامون پله 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 ظاهر میشه و گفت مهمترین نیاز پایه. مزلو یه مقداری هم تحت تأثیر کتاب مارکس کانسپت آف من یا سیمای راستین انسان اثر اریک فرام بود و در اونجا اریک فرام گفته که به اصطلاح برای اینکه یه انسان رشد سلامتش ادامه پیدا کنه باید در جهانی که زندگی میکنه عدالت اجتماعی ببینه و نیازهای پایش که خورد و خوراک و به اصطلاح نیازهای فیزیولوژیک مثل سکس و غیره هست برآورده میشه. محرومیت در اون قسمت در انسان بی‌تعادلی به وجود میاره. بنابراین نیازهای پایه رو گذاشت نیازهای فیزیولوژیک. بعد گفت انسانی که نیازهای فیزیولوژیکش برآورده شد یه نیاز دیگه ای رو هم تجربه میکنه و احتیاج داره، نیاز به امنیت. چرا؟ چون میخواد یک نوع پردیکتیبلیتی، پیش قابلیت پیشبینی، تداوم و اینکه ادامه دارد آنچه که من دارم تجربه کنه و این فقط در امنیت به وجود میاد. بعد از امنیت گفت نیاز دیگری در انسان ظاهر میشه، نیاز به تعلق، تعلق داشتن و متعلق بودن به. بنابراین نیازهای فیزیولوژیک نیازهای امنیت رو فرا می‌خوانند، نیازهای امنیت تعلق داشتن رو فرا، بعد از تعلق داشتن نیاز دوست داشتن و دوست داشته شدن. یعنی وقتی میگم گشنگی نکشیدی عاشقی یادت بره راست میگم، دوست داشتن و دوست داشته شدن. بعد از اینم که این نیاز برآورده شد یک نیاز نهایی، نیاز خودشکوفایی یا تحقق نفس یا تحقق خیشتن یا رسیدن به کمال توانایی‌های خودمون. در ما این نیاز این سلسله مراتب رو طی می‌کنه. بنابراین ما اگر در مرحله نیازهای فیزیولوژیک و امنیت توقف کردیم واقعا نیاز تعلق داشتن شما اگر دقت کنین الان هر کی از ایران میاد حداقل تو اتاق من این گله رو خیلی میشنوم، فرمودی نمیدونی چطوری شده، خواهر به خواهر، برادر به برادر ره نداری، همه میخوان کلاهی همدیگر رو بردارن. میدونی این حرف یعنی چی؟ یعنی تعلق از بین رفته، چون این نیازهای این مراتب پایین نگه داشته آدم‌ها رو، گیر انداخته اونجا. به این دلیله که فساد ارزش‌ها به وجود میاد. شاید تعجب کنیم، یک ماه پیش خوشبختانه نه در این شهر کلاینتی داشتم
که مادر 67 ساله همسر دختر 35 ساله رو از چنگش در آورد. و اگر خود داماد و مادر زن تو آفیس ایران تو آفیس من نیامده بودن و نگفته بودن که این ماجرا حقیقت داره، من یه گمانم میتونستم بکنم که شاید این دختر خانم جوان که خیلی هم در رنج بود دلوژنال باشه. ولی خودشونم آمدن و گفتن که بهش بگی گندشو بیشتر از این در نیاره، زندگیشو همه چیزو تأمین میکنی، فقط خودمو نمیتونم دیگه به اون بدم. عاشق شدم. بله مادر میگفت، نه داماد میگفت. مادر کیف میکرد، زیر زبونی کیف میکرد، ولی داماد حرفو میزد. بله مسئله فساد ارزش ها، این هم یکی از اون کیسایی بود که بله مسئله ثروت زیادی در میونه و آقا قدرت زیادی داره. حالا پس بنابراین این که شما حالا ناراحت نشین، فقط مادراتون طولانی واسه گرین کارت دیگر ندارید، ردش کنید. بفرمایید. اجازه بده. اینجا یه جنگی هم شد. آقا میگن چرا فقط به آقایون گیر میدین؟ ما به خانمام گیر میدیم. نگرانمون نباشید. ببینید، من این رو میدونم که بسیاری از مردها، به خصوص مردهایی که روابط ناسالم پیچیده کانفلیکتیو با مادرای خودشون دارن، همیشه با زنای بزرگتر از خودشون فسینیت میشن. و جالبه که اینو بدونین، اینو فروید گفت و بروئر تحقیقاتش نشون داد، برای پسرهایی که در روابطشون با مادر گرفتار عشق و نفرت هستن، آرزوی بسیار بزرگ ناسالمی خوابیده و اون این که با تسخیر مادر عشق رو میخوان بر نفرت بچربونن. چون داشتن این حالت تضاد عشق و نفرت خیلی کاهندگی روانی به وجود میاره. این همون چیزیه که به اصطلاح به نام عقده ادیپ اسم بردن. ادیپ پدرش رو کشت که با مادرش هم بستری کنه در افسانه های یونان. بنابراین همین مسئله ریزالف نشدن کامپلکس ادیپ در آقایون میتواند اونها رو نسبت به زنان بزرگتر از خودشون پیوسته شهوتناک نگه داره. حالا در اینجا رابطه، حالا موقعی که این خانم جوان برای من تعریف میکرد، این بعد از پرگنسی اولش بیماری شدید، اولا حامله که شد بدرست بوده و بیمار بوده و دو تا زایمانی که داشته تو هر دو تا طولانی بیمار بوده و پستپارتوم دیپرشن داشته. در نتیجه مادر زن در خانه کدبانوی خانه بوده و خب در حالی که دختر جوان بیمار و بستری، خب مادر زن شنگول و اویلیبل، خانومام در سن مناقص تستسترانشون بالا میره. بله از نظر علمی نسبت تستوسترون و هورمون، ببینید هورمون زنانه زن رو در استفاده از سیستم انگیزشی هدفمند تستوسترونی در سکس باز می‌داره. یعنی زن تا زمانی که هورمون‌های زنانش به حد کافی هست، بیشتر به شکل عاطفی وارد رابطه سکسی میشه. به شکل عاطفی، یعنی احتیاج داره که سیستم دوپامین مغزش هم تحریک بشه. فقط با سیستم هورمون جنسی حرکت نمی کنه. ولی خانم ها در دوره مناپاز
وقتی که نسبت یا ریشو تستوسترون با هورمون زنانه به هم میخوره، یعنی هورمون زنانه افت میکنه و تستوسترون موجود نسبت بالاتری میگیره، در سکس اگرسیوتر میشه. من این یه بار توی یکی از کلاسای لس آنجلس داشتم، میگفتم یه آقای جوانی برگشت گفت یعنی مادر بزرگا سکسی تر میشن؟ گفتم بله. گفت یا قمر بنی هاشم. چشم مبصر حتما. بنابراین این خانم بیمار بوده و 3-4 سال واقعا بستری و آن اویله به و مادر زن خب قادر و توانا و بیوه و به اصطلاح خب الانم که دیگه امکانات رینیو هست، امکانات و ریمادلینگ و اینا هم فراوونه. در نتیجه خب وای نات. حالا مبصر اعلام میکنه که بریم از حالا یه رو بریک بگیریم و باز دوباره تقاضا میکنم از شما هر کدومتون که این فیتون رو ندادیم بدیم به ایمان که این بچه رو آخر شب اینجا یقش رو میگیرم. Thank you.